خشونت و چماقداری در تورنتو کانادا. خشونت و ترویج نفرت در کانادا غیر قانونی و غیر قابل قبول است. به راستی چه کسانی از ترویج خشونت در جامعه ایرانی کانادایی حمایت می‌کنند؟ چه کسانی آگاهانه و یا ناآگاهانه از ناصر پولی ممغانی حمایت می‌کنند؟ داری کس گفت اگه گفت؟ ای، چه بچه هستش؟ کپم، برو دخترت بده، چون زر نزن، برو دخترت. فردی که برخلاف فرهنگ و ادب ایرانی و قوانین حقوقی کانادا به تجمعات و سخنرانی‌های صلح‌آمیز و مدنی ایرانیان مقیم کانادا حمله می‌کند، به زنان و دختران فرش‌های رکیک می‌دهد و مخالفان را تهدید به مرگ می‌کند. سلام. می‌گید سلام. رئیس جمهور. روح جان. شما خجالت نمی کشید؟ شما باید خجالت بکشید از خود. با من و همراه منی شور الف بر سر ما بغض من و آه منی. سوالی که مطرح می شود، عکس‌العمل نمایندگان سیاسی ایرانی کانادایی با رفتارهای خشونت آمیزی مثل ناصر پولی است. چرا رابطه بین رضا موریدی نماینده لیبرال آنتاریو، علی احساسی نماینده لیبرال تورنتو و مایکل پارسا نماینده محافظه‌کار ریچموند هیل با این فرد وجود دارد؟ چگونه نمایندگان سیاسی برخلاف قوانین نه تنها رفتارهای غیر مدنی، اوباشگرایانه، غیر اخلاقی و غیر قانونی ناصر پولی را محکوم نمی کنند، بلکه با وی عکس یادگاری با لبخند نیز می گیرند که احتمالاً باعث گستاخی بیشتر و تشویق ناصر پولی شده است. این نمایندگان با عدم محکوم کردن علنی خشونت و ترویج نفرت در جامعه ایرانی کانادایی ممکن است الگوی بد سیاسی برای جامعه ایرانی در کانادا و مایه تأسف اوضاع انتخابی خود شوند. توهین و گسترش جو خشونت‌آمیز باعث تفرقه در بین ایرانیان مقیم کانادا و سوء استفاده و بی‌توجهی مجریان قانون شده است. شاید یکی از دلایلی که پلیس کانادا در بسیاری از مواقع تنها ناظر این خشونت‌ها و رفتارهای غیرمدنی بوده است، همین تفرقه و فحاشی‌های رکیک به فارسی بوده است. بارتس این زبان یه چاکشه. I need them on قیافت. خوشگلای کسافت. ناصر پولی چندین بار با شکایت افراد و کسبه بازداشت و آزاد شده است. ای کشا ای ها تون حسین تون تون حسین تون با تمام مردم ایرانی کانادایی در اینجا در تورنتو که میخوان به مردم ایران سپورت بکنن و بهشون بدونن که باهاشون هستن. Let's go.
ما یادمون نرفته که با ما هم باهاشون هستیم. این هدیه ایمون از بنده و از طرف مبارزین تورنتو به رهبر مبارکتان جانکش سید علی چومقلی خامنه‌ای. پیسفول ما دمونستریشن پیسفول داریم، فقط همین. آنها با دفاع از چماق‌داری مایه تأسف حوزه‌های انتخابی خود شدند. You can rest assured that our government and this community will not be standing idly by. We will ensure our people. حامیان آشکار و مخفی خشونت و تفرقه با رفتارهای دوگانه خود، در حالی که خود را مدافع حقوق بشر می دانند، که چشمانشان را بر نقض حقوق بشر و نقض حقوق آزادی بیان جامعه ایرانی کانادایی توسط ناصر پولی ها و جریان خشونت طلب بستند. نه به خشونت، نه به نفرت پراکنی و نه به تهدید در کانادا و البته همه جای دنیا، من جمله وطن اولمان ایران.